بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على حبیبنا و مولانا رسول الله و على آله و صحبه و من والا. سلام و صد سلام و درود به شما خوبان. باز با شما هستم و قصه بسیار عجیب، قصه ای که پرده برمی‌داره از واقعیتی که ما در جامعه با اون روبرو هستیم. خیلی وقتاست که ما دشمنان بسیار سرسختی داریم و کل حکایت چی هست؟ اینه که این دشمن سرسخت ما از ندانم کاریش، از اینی که ما رو نشناخته، از اینی که ایمان رو نمیدونه، از اینی که اسلام رو نمیدونه، با اسلام در ستیزه. خیلی ها هستن که در ذات خودشون افراد بد جنس و تینتی نیستن، اما چی شده؟ اسلام رو به اون اشتباه تحویل دادن. رسانه‌های مغرض، افراد بد جنس، افراد جاه طلب، افرادی که منافع خاص خودشون رو دنبال کردن، اونا اومدن گفتند آقا مواظب باشید، این مسلمون ها لوله خورخورند، برای سرتون نیارند، آقا اینا این کار میکنند، آقا اینا به زنها ظلم میکنند، به مردها ظلم میکنند، بچه ها رو چونین میکنند، فلان میکنند، الان میکنند. الان اگر ما بیاییم این هجوم بسیار وحشتناک رسانه ای رو بشکنیم، چی خواهد شد؟ این افراد با عقلشون، با درایتشون، با شعورشون مسلمون میشن. قصه ای که ما امروز باش هستیم همین حکایت رو برای ما واضح میکنه. در سال، یادمون هست، در سال 6 هجری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نامه ها رو نوشتن برای پادشاهان، قد خداها و پادشاها و رئیس رؤسا رو به اسلام دعوت کردن. از جمله نامه‌هایی رو که نوشتند برای رهبری از رهبران یمامه، کد خدایی از کد خدایان بنی حنیفه، ثمامت ابن اوسال بود. ثمامت ابن اوسال یک انسان بسیار نامدار و یک کد خدای سرشناس و پادشاهی در منطقه خودش، وقتی نامه پیامبر اومد خیلی بهش برخورد. این کی باشه که اینطور با ما سخن میگه و اینطور با ما رفتار میکنه؟ ما با این کنار نخواهیم اومد و من باید اینو بکشم. و از همون روز در ذهنش بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو ترور کنن. خب و خیلی پهلوان نامداری بود، آدم کمی نبود. این ثمامت ابن اوسال نقشه ترور پیامبر رو میکشیدی که از خیشاش نصیحتش کرد، ببین هر که با خدا در افتاد بر افتاد، با پیامبر خودتو نگیر، که اگر با پیامبر در افتادی حتما بر افتادی. بعد از این که دید که بله با پیامبر نمیتونه زورش نمیرسه، گفت که پس من این کسایی که بهش ایمان بیارم پدرشون در میارم. چند نفر از صحابه رو شهید کرد و گشتاش هر جایی که از مؤمنان رو میدیدن میآوردن اون سرشو میزد. جنایت هایی در حق مسلمان ها انجام داد که خود پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم قانون صادر کرد که هر جا کسی ثمامت ابن اوسال رو تونست سر بزنه که این جنایت کار است. ماجرا اینطور ادامه پیدا می کرد. در وقتی ثمامه هم به سرش زد که بره به صلاح به مکه مکرمه برای عمره، را افتاد به طرف مکه مکرمه و در را، خب از کنارهای مدینه باید رد می شد. گشت های مدینه همیشه بیدار بودن. مسلمون ها هیچ وقت نمی زاشتن که دشمن اونا رو غافل گیر کنه. سپاه اسلام برخی از گشت های اسلام دیدن یک کسی هست گردن کروف، میخواد بره کجا؟ آقا تو چشا شر رو میدیدن، اینو دستگیرش کردن، آوردنش به مدینه منوره، تو مسجد بستنش به یک ستونی از ستونهای مسجد تا پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم بیان ببینن که چه حکم میفرماین. پیامبر خدا اومدن نماز، از دور تا طرف رو دیدن،
به صحابه گفتن میدونید شما کی رو با خودتون آوردید؟ گفتن نه یا رسول الله، کیه؟ فرمودن این ثمامت ابن اوصال هست، یکی از شاهان یمامه. عجب، اینه که شما این همه از ما کشته که میدونستیم پدرشو در میآوردیم. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم فوراً برگشتن به خانه و فرمودن چی تو خونه هست؟ چیزی که بود گفت فوراً بفرستید برای اسیرمون تو مسجد. و شیری هم از این ور دوشیدن و برای اسیر آوردن، از ایشون به اصطلاح اکرامش کردند، مهمون نوازیش کردند. بعد از اون پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم اومدن برای نماز، بعد از نماز ثمامه رو دیدن، گفتن که ما عندک یا ثمامه، ثمامه چی با خودت داری؟ ثمامه هم که این همه جنایات کرده بود و میدونست دیگه الان حقشه که تیکه پاره بشه، گفت که یا محمد ببین، اگر منو بکشید هم حق دارید، من افرادی رو از شما کشتم، اگر ببخشید خب فإن تعفو تعفو عن کریم، ببخشید من کسی هستم که از خجالتش در میام و تشکر میکنم از شما و اینو فراموشش نمیکنم، و اگر منو میخوای در مقابل مال و ثروتی رها کنید، اگر مال میخواید، ثروت میخواید، فصل ما توری توطا، هر چه میخواید ما بهتون میدیم، منو بذاری برم. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم لبخندی زد رفتن و ثمامه رو گفت بذارید همینطور تو مسجد با ستون بسته باشیم. هدف پیامبر خدا این بود که آقا ثمامه الان تو مسجده، مسجد اینجا مرکز مسلمان هاست، 24 ساعت این آقا مسلمان ها رو میبینه، اخلاقشون رو خواهد دید، رفتارشون رو خواهد دید، شیوه عبادتشون، شیوه محبت و دوستیشون با هم دیگه، همه اینا رو خواهد دید. و اون تبلیغات سویی که دشمنان برا انداختن اینا خود به خود ذوب میشه و این آدم کمی نیست، این آدم عاقلی هست. خب روز دوم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از اونجا رد شدن، باز پرسیدن ثمامه ما عندک، باز هم ثمامه همون حرفش که اگر بکشید خب حق دارید، خونتون ریختم، اگر ببخشید و منو رها کنید خب من انسانی هستم که شکر از تشکر شما میکنم و از خجالتش در میام، اگر مال و ثروت میخواید هر چی بخواید بگید بهتون میدیم. پیامبر بازم لبخندی زد و رفتن. روز سوم باز همین سوال و باز همین جواب. خب الان که هنوز نمیخواد ایمان بیاره دیگه، لا اکراه فی الدین، ما وظیفمون رو انجام دادیم، حقیقت اسلام رو براش نمایان کردیم، حالا مل خودش. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم دستور دادن این قاتل جنایتکار آزاد بشه. به همین سادگی؟ بله به همین سادگی. و ثمامه رو آزاد کردن. الان این فردی که این همه جنایت ها کرده و خودش میدونه که لباید کشته بشه، این تقتل تقتل زادم، ای محمد اگر بکشی واقعا حق داری، من از شما کشتم، الان آزادش کردن، نه ازش پولی گرفتن، نه کشتنش، نه شکنجش دادن، نه هیچ و هیچ. بعدش چه اتفاق افتاد؟ آیا واقعا ثمامه مدینه رو ترک کرد و رفت یا نه بازگشت؟ حالا بازگرده چی کار میخواد بکنه؟ چطور میخواد این انسانی که به اون زندگی بخشیده شده الان چطور میخواد تشکر کنه؟ یه میان برنامه ببینیم، برگردیم حکایت ثمامه رو با هم داشته باشیم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد
محمد رسول الله والذين معه أشد محمد فرستاده الله است و کسانی که با او هستند در برابر کافران تند و سرسخت و نسبت به یک دیگر مهربان و دلسوزند. با عرض سلام مجدد خدمت شما خوبان، قصه ثمامت ابن اوصال بود، اون پادشاه و کد خدای یمامعی که و پیامبر برایشون نامه نوشت و ایشون رو مثل پادشاهان خطاب قرار داد که مسلمون بشه و مسلمون هم نشد در و با اسلام هم نبرد کرد، خیلی از صحابه رو هم به شهادت رسون. الان اسیر شده توی مسجد پیامبر، 3 روز ازش مهمون نوازی میشد در مسجد و در نهایت پیامبر آزادش کرد. ثمامه بعد از این که از مسجد بیرون اومد، خب در این 3 روز اسلام رو دینه بود، اما نمیخواست مسلمون بشه و مردم گمان کنن که اون از ترس مسلمون شده تا خودشو آزاد کنه، یا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چنین گمانی کنه. ثمامه از اونجا بیرون شد، با خودش با ضمیرش در جنگ بود تا رسید تو نخلستان، یه جایی آبی بود، رفت دوشی گرفت، لباساشو عوض کرد، اومد با چهره دیگر، با لبخندی وارد مسجد نبی صلی الله علیه و سلم شد و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با یاران نشستن، همه حیران که آقا آزادت کردیم دیگه، چرا برگشتی؟ تا اینی که ثمامه ایستاد جلوی مؤمنان و گفت اشهد ان لا اله الا الله و انک یا محمد رسول الله. مسلمون ها تکبیر گفتن، بلند شدن، ثمامه رو به بغل کشیدن، خوشحال، حال و هوای مسجد نبوی یه حال هوای دیگه بود. ثمامه مسلمون شد و خب 3 روز اینجا آزمایش دیده بود، اسلام رو یاد گرفته بود، الان دیگه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به مؤمنان دستور دادن برادرتون رو به آغوش بگیرید و دینش رو بهش یاد بدید. ثمامه دینش رو یاد گرفت و اومد پیش رسول خدا صلی الله علیه وسلم و گفت یا رسول الله، به خدا سوگند در دنیا از کسی اینقدر تنفر نداشتم که از شما داشتم، اما الان کسی رو به اندازه شما دوست ندارم. در دنیا از دینی متنفر نبودم اینقدر که از دین اسلام متنفر بودم، الان به اسلام افتخار میکنم. در عمرم از شهری اینقدر متنفر نبودم که از مدینه متنفر بودم، الان مدینه شده آرزوی من. و مدتی رو اونجا موند. بعد از اون به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اومدن گفتن که یا رسول الله، من اصلا از منطقه خودم بیرون شده بودم برم عمره، آیا اجازه میدید برگردم عمره یا برگردم به اصطلاح یمامه یا برم عمره؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن برید عمره. ثمامه اومد به مکه، الان یکی از شاهان وارد مکه میشه. اهل مکه با دیدن ثمامه خوشحال شدن، یمامه است، پادشاهی از پادشاهان یمامه، از یمامه همه خیرات خورد و نوش مکه از اونجا میاد. اما برخلاف توقع اونا، ثمامه با لباس احرام وارد کعبه میشه، میگه لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. این حرف و این تلبیه جدید ثمامه، این تلبیه مؤمنان هست، اولین مؤمنی که با صدای بلند از خارج میاد و تلبیه اسلام میگه. کسایی که ثمامه رو نمیشناختن ریختن تو حرم، شمشیر بکش، نه تیر بکش که ما اینو میکشیم. در همین اثنا
بزرگان قریش اومدن خودشون رو انداختن جلو، زدن به جوونا که خاک به سرتون بشه، شما میدونید این کیه؟ این سمامت ابن اوسال بدبختا، اگه اینو یه تار موش ازش کم بشه ما رو محاصره اقتصادی میکنند، از گشنگی میمیری. سمامه معزز و مکرم عمرش رو ادا کرد، جار زد تو اهل مکه. ای اهل مکه از خدا بترسید، ای اهل مکه، این خانه توحید است، این خانه ابراهیم است، این خانه ایمان است، شما میایید تو این خانه بت پرستی میکنید، شما میایید پیامبر رو از شهر خودتون بیرون میکنید. از اینجا که برگشتم به یمانه به خدا سوگند یه دونه گندم نمیذارم بیاد پیش شما تا همه تون مسلمون بشید. و گذاشت و رفت و به قولش هم عمل کرد. تا رسید به اون یمامه دستور داد کسی حق نداره چیزی به مکه بفروشه. در مکه گرونی شد، بدبختی شد، نون برای خوردن پیدا نمیشد. آخرش قریشیان چیکار کردن؟ دیدن که نمیشه با سمامه کنار اومد، اومدن و یه نامه بسیار طولانی نوشتن برای پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم که ای محمد، تو در صله رحم مثل تو نبوده، در خوبی ها مثل تو نبوده، بزرگواری کردی در حق ما و در حق شهرت، اینایی که اینجا میمیرند از گشنگی زیر فشارند، شهر کسی، اینا همه خیشای خودت هستند، ما از خودت این هرچی باشه، همین سمامه رو یک دستوری بده بهش که با ما اینطور رفتار نکنه، بازار رو به روی ما باز کنه. و از پیامبر خواستند که سمامه رو قانعش کنه که به سراب اینا یه مقدار لطف کنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم برای سمامه نوشتند که بذارشون تا خودشون با درک و با فهم و با اختیار خودشون مسلمون بشن. لا اکراه فی الدین، ما کسی رو مجبور نمی‌کنیم مسلمون بشه، هر کی دلش می‌خواد مسلمون بشه، نمی‌خواد خداوند همونطور که بهشت درست کرده جهنمی هم درست کرده. به دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سمامه بازار رو باز به روی اهل مکه باز کرد. سمامه مردی بود که تا آخر زندگیش ثابت قدم مون. بعدها که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رحلت فرمودند، مسیلمه کذاب در بنی حنیفه ظاهر شد در یمامه، سمامه خیلی سعی کرد مردم بنی حنیفه رو آگاه کنه و بهشون بگه که نکنید، از خدا بترسید، این مردکه دروغگویه، این رو حرفشو قبول نکنید، چطور میشه که دو پیامبر در یک وقت باشه و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آخرین انبیاست، چطور شما میایید حرفای چرند این مسیلمه کذاب دروغگو رو باور میکنید در حالی که قرآن کریم در دست شماست؟ و سعی کرد خیلی ها رو آگاه کنه، کسایی هم که آگاه نبودند و تعصب قوم‌پرستی اونا رو کور کرده بود، سمامه با مؤمنان در کنار سپاه اسلام با اون افراد یمامعی و بنی حنیفی جنگ کردند و سمامه تا آخرین لحظات عمرش به پیامبر، به دینش، به ایمانش افتخار میکرد. رضایت و خوشنودی خداوند بادا بر سمامه و بر تمامی مؤمنان و یاران رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. ما هم از سمامه یاد میگیریم تا سعی کنیم خیلی هایی که از اسلام غافلند، چهره اسلام دگرگون شده به اونها القا شده، گول حرفای مردم خوردن، اونها رو با رفتاریمون، با آموزه های درست قرآنی و عمل کردن به اونها، با اخلاقمون، با عبادت درستمون کاری کنیم که اونها حقیقت اسلام رو در ما ببینن و تبلیغات سوء دشمنان ذوب بشه، همون کاری که صحابه کردن با سمامه، تا ما هم سبب بشیم که خیلی‌ها به اسلام بیان و مسلمون بشن.